عبد تو و امثال تو را مقطوع میکردن. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما درود همیهنا، در یکی دیگر از برنامه‌های زاگرس با شما هستیم. بی برو برگرد، مهمترین رویداد هفته گذشته اقدام ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد اصلی حزب جمهوری خواه بود برای جمهوری اسلامی. اتفاقا شاید هم بد نشد که خطر از بیخ گوش دونالد ترامپ گذشت، به این خاطر که بعید نبود بعد از اون تمام ضعف‌ها و قصورهای اون تیم امنیتی در اون کارزار انتخاباتی رو بر سر حکومت ایران خالی بکند. در همین ارتباط و موضوعات بیشتر گفتگو خواهیم کرد امشب با سروش مرادی، فعال سیاسی از آلمان. درود بر شما آقای مرادی، خوش آمدید. درود بر شما جناب محمدی عزیز و درود به همه بیننده‌های عزیز. سروش، میدونم که خب پیگیر قضایای مربوط به عملیات ترور دونالد ترامپ بودی، گرچه هنوز مشخص نیستش که انگیزه اون فرد چه بوده. خبرگزاری رویترز گزارشی رو منتشر کرد به نقل از حالا منابع خودش که بودار هم هستش و یک جوری مرتبطش دونست با اقدامات جمهوری اسلامی، اما نه قاطعانه، گفتن در گذشته این تهدیدات بوده. نظر شخصی خودت چیه؟ فکر می‌کنی جمهوری اسلامی در این شرایط دست به چنین عملیاتی بزنه با توجه به اینکه مثلا قاهانی گفته بود انتقام خون قاسم سلیمانی رو در خاک آمریکا می‌گیره؟ ببین، خب ارتباط این آقایی که به ترامپ شلیک کرد، آقای توماس ماتیو کروکس فکر میکنم هست، با رژیم خب هنوز مشخص نشده، اما این دلیل بر این نیست که بیایم سری نتیجه بگیریم که رژیم دنبال انتقام قاسم، گرفتن انتقام قاسم سلیمانی از ترامپ و مایک پومپئو نیست. خب طبق گزارشات منابع امنیتی امریکا، رژیم اسلامی حاکم بر ایران در تلاش برای ترور دونالد ترامپ هست و خب مقامات امنیتی امریکا هم از این قضیه کاملا آگاه هستن. اینکه فورا نظام اومد تکذیب کرد و خودش رو عقب کشید از این ماجرا، نشونه ترس رژیم از عواقب این کار هست. خب برای رژیم کاملا مسجل شده که ترامپ برنده انتخابات خواهد بود و از همین الان در تلاش هست تا هیچ استکاکی با ایشون به وجود نیاره. اصلا حتی این انتخابات زود هنگام و انتصاب پزشکیان که یک مقداری شاید کمتر تندرو باشه نسبت به رئیسی یا جلیلیان یا جلی، به سمت ریاست جمهوری هم ممکنه به همین دلیل بوده باشه. حالا اگه نخواهیم وارد فرضیات تئوری توطئه بشیم، حتی میشه گفت که حذف رئیسی هم بی ارتباط با وضعیت داخلی کشور که میدونیم وضعیت مشارکت مردم در انتخابات در چه حدی بود و وضعیت خارجی جمهوری اسلامی که با توجه به اینکه اگر ترامپ رئیس جمهور امریکا بشه و حمایت بیچون و چرای خودش از اسرائیل، ممکن بود که برای جمهوری اسلامی عواقب سنگینی داشته باشه. به خاطر همین میگم اگه نخوایم وارد تئوری توطئه بشیم، احتمال اینکه حتی حذف رئیسی هم به عمد بوده باشه برای در واقع نجات نظام هم بعید نیست. یک واقعیتی رو که نمیشه خیلی از مردم ایران که بخشی از اونها رو صداش رو در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر میشه شنفت، امیدوارن که ترامپ رئیس جمهور بعدی آمریکا باشه، هرچند که خیلی از تحلیلگران و حتی خود همین مردم میدونن که برای آنچه هدف نهایی است، یعنی آزادی ایران، خیلی روی رهبران دنیا نمیشه حساب کرد. اما واقعیت بی برو برگرد هم اینه که جمهوری اسلامی میترسه از اینکه ترامپ رئیس جمهور بشه، ترجیح میداد که یک دموکرات شاید به خونسایی جو بایدن دوباره رأی بیاره. تو چطور فکر میکنی؟ آیا واقعا رؤسای جمهور در آمریکا تا این حد میتونن در سیاست‌های خاورمیانه یا رژیم مثل ایران حتی در حیاتش و بقاش تأثیر داشته باشن که اینقدر حکومت رو آشفته بکنه؟ ببین، خب نقش امریکا در معادلات بین المللی بر هیچ کس پوشیده نیست و مماشاتی که دولت اوباما در اون پیک اعتراضات ایران و دولت بایدن در این یکی اعتراضات مهم در ایران با جمهوری اسلامی کردن هم بر هیچ کس پوشیده نیست. اینکه ایرانی ها خیلی دنبال این هستن که، یعنی انتخابات امریکا در واقع براشون
خیلی مهمتر از انتخابات ریاست جمهوری خود ایران بود. دلیلش کاملا واضحه. این هست که اولا از جمهوری اسلامی هیچ امیدی، یعنی به جمهوری اسلامی امیدی ندارند، و دومان چشمشون رو دوختند به سیاست امریکا. شاید بر این باور هستند مردم ایران که بدون حمایت یا بدون دخالت غرب کاری در جمهوری اسلامی پیش نخواهد رفت و این رژیم بر سر کار خواهد ماند و ماندگار میشه. و همین دلیل هست که شاید یکی از دلایلی که خیلی پیگیری میکنند ایرانی ها این مسئله باشه. اما اینکه چقدر میتونه تاثیر بذاره، خب 100% دیدیم با این تاثیر رو دیدیم از دولت امریکا، همونجوری که فشار میاره به اروپا، در واقع امریکا به اروپا فشار میاره برای اینکه سپاه رو نذارن توی لیست تحریم ها، به همون شکل هم داره خب با آزاد کردن پول های بلوکه شده داره حمایت میکنه از جمهوری اسلامی و این بر کسی پوشیده نیست. یکی از تبلیغات شاید غیر واقعی که کارزار پزشکیان راه انداخت با رمز برای ایران اینجا بود که میخواهیم سیاست هایی رو که ابراهیم رئیسی یا دولت های شبیه او به قول خودشون پیشی گرفتن تغییر بدن، هرچند که پزشکیان هیچ تعارفی اعلام کرد که خط من خط علی خامنه ایست. در دوره‌ای که ابراهیم رئیسی 3 سال بر حال عنان دولت دستش بود، برای جمهوری اسلامی اصلی ترین راهکار دور زدن تحریم ها بود، اون هم به هر طریقی. چنان که مخبر جانشین موقت رئیسی در یکی از برنامه‌هاش اعتراف کرد پول را چمدونی با کشتی می‌بردن برای خریدن کالاهای اساسی در بنادر یا روی دریا. این ویدیو رو ببینیم، سوال راجع به همون سورش من مطرح میکنم. آقای شهرتی ویدیو G1 بعد باشه. آقای مخبر و رئیسی بشه. اون کار اساسی این که ما اصلا باید بریم دنبال این که کالاهای اساسی رو کشور با توجه به زمینه‌های بسیاری که داره خودکفا بکنیم و این کار امکان پذیره. وقتی شما کالای اساسی رو بند به دلار کردید، بند به ارز کردید و کالای اساسی هم بیشترش در واقع بند به یک سری از مثلا نهادهای دامی است، مثل خوراک دام و طیوره که باید از خارج کشور بیاد، 70% از خارج باید وارد بشه، این در واقع بند کردن سفره مردم به نحوی از انها به هم خارج کشور هم ارز و دلار، که این نوسانات موجب میشه که سفره مردم دچار مشکل بشه. اونم هر اتفاقی میخواد بیفته ما میخواییم بریم از روی کشتی هایی که در حال عبورن در دریا و این کالاها رو دارن ما اینا رو بخریم بیاریم، یا مال کشوری دیگه است. ما از بنادر کشورهایی که خیلی هم رابطه خوبی با ما نداشتن، کشتی های پهلو گرفته ذرت و کنجاله و نمیدونم جور و اینا رو تونستیم از بندر، خلاصه کشورهایی که عرض کردم رابطه خیلی مهمی هم مناسبی با هم نداشتیم، اینا رو بخریم بیاریم داخل. حالا چی میشد؟ ما یه بخشیشو به اصطلاح بالاخره ریسک این که پول بدی جایی که هیچیش در اختیارت نیست، یه کشتی روی آبیه، حالا مثلا این پول دادی رفت اینا نیاوردن، یا اون کشوری که خریده صف وایساد گفت، ولی با شجاعت گفت نه بریم این کار رو انجام بگیریم، همین کار رو هم به اصطلاح انجام دادیم. اساسی باید سروش دقت کردی چی میگه؟ میگه برای خریدن گندم و کنجاله و جو از روی کشتی اقدام میکنیم. این در واقع اوج سیاست و درایت دولت ابراهیم رئیسی بود که خودش هم ابتدای دولت شعار میداد باید بی‌نیاز بشیم از کالاهای استراتژیک. همین وضعیت در دولت روحانی هم بود. نتیجه سیاست‌های در واقع علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران اینه که نظام و مردم به این روز افتادن. حالا فکر می‌کنی با آمدن و رفتن امثال پزشکیان چه تفاوتی می‌کنه وضعیت مردم؟ مردم ایران خوب می‌دونند که در واقع قدرت دست رئیس جمهور نیست. رئیس جمهور یک مترسکی هست، به همون شکلی که شاید جناب شاهزاده رضا پهلوی خیلی خوب اشاره می‌کردن سیرک انتخابات. در واقع اینها یک دلغک هایی هستند که زیر اون نخشون به دست علی خامنه‌ای وصل هست و سیاست های اصلی کشور از طرف علی خامنه‌ای و بیت خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای در واقع سیاست گذاری میشه. اینکه رئیس جمهور بیاد اتفاقی نخواهد افتاد، مگر نمی گفتند که خب شاید اصولگرا اصلاح طلب ها میان روتر هستند، مگر در دولت خاتمی این همه زندانی دانشجوی زندانی نداشتیم، مگر در دولت روحانی
این همه کشتار نشد در آبان‌های 97-98 و این اعتراضات اخیر. به هر حال اینها نشان دهنده این هست که تأثیری نداره. وضعیت اقتصادی کشور رو اگر که یک نمودار بگذاریم همیشه رو به بالا بوده. به هیچ وجه هیچ شما هیچ روزی رو در تاریخ جمهوری اسلامی پیدا نمی‌کنید که قیمت اجناس اساسی پایین رفته باشه. هر روز به سمت بالا. شاید استوب کرده، گران نشده، اما ارزان هم نشده. و این نشان دهنده این هست که سیاست‌های کلی نظام کشور رو به سمت نابودی دارن می‌برن و این سیاست‌های کلی همیشه از طرف در واقع حاکمیت، در واقع از طرف رهبر و بیت رهبری تبیین میشن. حالا اگه خیلی اختصاصی بخوایم در مورد این جو و گندم و کنجاله و این مسئله اساسی بگیم، اگر که خاطرمون باشه ایران یکی از تولید کنندگان غلات بود در خاورمیانه، تولید کنندگان بزرگ بود و دورانی حتی خودکفا بود در تولید گندم، اما به شرایطی رسیده، به وضعیتی الان رسیده که باید بر آب‌های بین‌المللی بیاد و معاملاتش رو انجام بده که بعداً تحریم‌ها شامل اون کشوری که جمهوری اسلامی توی بندر اون یا توی آب‌های در واقع سرزمینی اون کشور این معامله رو انجام داده دچار مشکلات تحریمی نشه. و این سیاست خیلی خب ضعیفی هست برای یک کشوری که این همه منابع مختلف داره، این همه منابع زیرزمینی داره، میتواند و پتانسیل تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی بشه رو داریم میبینیم که به چه وضعیتی افتاده و با چه ترسی داره معاملاتش رو انجام میده و به قول خودشون دارن تحریم ها رو دور میزنن. در واقع این یک به نظر من سیاست بسیار زشت و ضعیفی هست که امیدوار هستم به زودی بتونیم جمهوری اسلامی رو از کشورمون خارج کنیم و برگردیم به همون شکوهی که همیشه دنبالش هستیم و اعتقاد داریم که ما ایرانی ها لیاقتمون جمهوری اسلامی نیست و بسیار بهتر از این هست. احتمالاً تحریم انتخابات از سوی اکثریت مردم ایران به گوش نه فقط کاخ سفید بلکه خب تیم دونالد ترامپ هم رسیده، بحثی نیستش که قابل کتمان باشه. از اون طرف مسئله اساسی برای جمهوری اسلامی بقاست. با توجه به شرایطی که در منطقه داره، ارکان قدرت برای یک حکومت برای بقا علاوه بر جامعه، مردم، پشتوانه اقتصادی، سیاست خارجی و خیلی از مؤلفه های دیگه برای جمهوری اسلامی سازگار نیست. یعنی هر آنچه که در کف داره شبه نظامیان هستن و غنی‌سازی اورانیوم که به تخت گاز و چهارنعل داره سمتش میره. پزشکیان نیامده یک کاری کرد که حتی برای ابراهیم رئیسی هم آپشنش قفل بود. نامه در عرض یک هفته به رهبران حماس، حزب الله و حوثی ها و به تمام اونها تقریبا با یک ترجیبند مشترک گفتش که جمهوری اسلامی در همین ساختاری هم که در واقع من قدرتش رو به دست گرفتم کنار شما هست میمانه. اونجوری که سروش پیداست بعیده که جمهوری اسلامی دست از اون سیاست های خودش، حتی مثلا برجام 2-3 مذاکرات منطقه ای و موشکی و اینها برداره، به این خاطر که برد مثلا تسلیحات سلاحایی که دست حوثی ها رسوندن آنقدر زیاد شده که رکورد زدن. در همین یک هفته گذشته در حدود 5 کشتی رو هدف قرار دادن که هر 5 تاش اصابت کرده در دریای سرخ به این کشتی ها و کمتر از 24 ساعت پیش با پهباد تلابیب رو زده که یک شهروند کشته شده و 7-8 نفر هم مجروح شدن. با این سیاست چیزی شبیه شاید جنگ در منطقه بوش بیاد که اتفاق بیفته. صبر اسرائیل تا چه حد؟ ببین در مورد اینکه سیاست رژیم در واقع تغییر نکرده، اگه به اون گزارش رویترز در مورد اون اتفاقاتی که در واقع تصمیم خامنه‌ای به انتصاب پزشکیان اگر دقت بکنیم، یک جایش اومده که اگه من بتونم پیداش بکنم، این که این رئیس جمهور اما خامنه‌ای در جلساتش با نزدیکان خودش گفته که ایران به رئیس جمهوری نیاز دارد که بتواند اقشار مختلف جامعه را جذب کند اما حکومت دینی شیعه را به چالش نکشد. خب این شرط خامنه‌ای برای انتصاب آقای پزشکیان بود، یعنی اینکه شما ما شما رو انتخاب میکنیم، شما رو به عنوان حالا رئیس جمهور انتصاب میکنیم به شرط اینکه از اون خطی که ابراهیم رئیسی یا کل نظام داره شما تخطی نکنید. و این نکته خیلی مهم هست که بهش دقت بکنیم، یعنی آقای پزشکیان یا هر رئیس جمهور دیگه ای اجازه ندارد اون دکترین جمهوری اسلامی رو زیر پا بذاره که در واقع
صدور تشیع به جهان هست. اینا میخوان تشیع رو به هر قیمتی هست صادر بکنند و صدورش هم راهش در واقع از قدس میگذره و تمام تلاششون رو خواهند کرد برای اینکه بتونن اسرائیل رو از پا در بیارند و به اون هدف نهاییشون که در واقع همون رسیدن به قدس هست یا آزادسازی قدس هست برسن. خب حالا برگردم به سوال شما، اینکه جنگ در راه هست یا نه خیلی بستگی به انتخابات در امریکا داره همچنان، و با توجه به اینکه همه شرایط نشان دهنده این هست که ترامپ رئیس جمهور خواهد شد، جمهوری اسلامی کمی کجدار و مریض داره پیش میره. هرچند اون پهپادی که از طرف حوثی‌ها امروز یا دیروز فکر میکنم به تل آویو برخورد کرد، اون یک دونه پهپاد بود و این خب حوثی‌ها تا حدی به صورت خودسرانه عمل میکنن، یعنی تجهیزات و آموزش رو از طرف سپاه پاسداران دریافت میکنند، اما عملیاتشون بسیاریشون به صورت خودسرانه است. این عملیات‌های پراکنده و کوچکشون، عملیات‌های بزرگشون معمولاً با هماهنگی انجام میشه، همونجوری که بقیه سازمان‌های تروریستی که جمهوری اسلامی حمایت میکنه هم به صورت هماهنگ شده و برنامه‌ریزی شده هستند، که چه حماس و حزب الله هم به همین شکل. اما خب میدونیم که بین همه این گروه‌ها خب به هر حال اون سینه چاکان و تندروهای آتش به اختیاری که در جمهوری اسلامی هست بین اونها هم هست و این عملیات پراکنده رو به صورت سر خود انجام خواهند داد. این که چقدر سایه جنگ وجود داره، واقعا سایه جنگ هست همچنان. یادمون باشه اسرائیل انتقام، اگر بخوایم به صورت حالا خودمونی تر بگیم، انتقام حمله جمهوری اسلامی به اون اسرائیل رو هنوز نگرفته. اون اتفاقی که در اصفهان افتاد، اون حملات محدودی که اسرائیل کرد، به هیچ عنوان قابل مقایسه با عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داد نبود و همچنان میتونیم منتظر عملیات بیشتری باشیم. اما اسرائیل در جبهه دیگری همچنان مشکل داره که اون هم شمال کشور خودش هست با مرزش با لبنان، تا زمانی که اون منطقه رو تحت کنترل در بیاره و مسئله غزه رو حل بکنه، به دلیل اینکه فشار بسیار زیادی از طرف جامعه بین المللی روش هست به خاطر مسئله رفح و غزه، اون مسئله حل بشه، مطمئن باشید که اتفاقاتی خواهد افتاد و اون انتقامش رو از جمهوری اسلامی خواهد گرفت. در این یک هفته ده روز دو اتفاق افتاد در دو همایشی که خب محور اونها محافظه‌کاران و جمهوری‌خواهان آمریکا بودن. اولی سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی بود در جمع محافظه‌کارانی که در واقع ملی‌گرا هستند و اومده بودن تا چشم‌اندازی از سیاست‌های هسته مرکزی خودشونو برای آینده به انضمام اینکه احتمالاً خب دونالد ترامپ رئیس جمهور خواهد شد بیان بکنند، و صحبتاشون همه از چارچوب منافع ملی‌گرایانه آمریکا بود. شاهزاده رضا پهلوی در این سخنرانی خوب به ایران پرداخت. اونجا اتفاقا کلید واژه‌هایی رو به کار برد در مورد اینکه فشار و تهدید خیلی زیاده برای اینکه ایشون عقب نشینی بکنه و همینجور جریان ملی‌گرا در واقع بره سراغ کار خودش رو اجازه بده که اون معادلات جهانی و پیوندهایی که گلوبالیست‌ها و شفاف اونها هستن با هم به هر حال باشه. کلید واژه‌ای که ایشون به کار برد بعداً از زبان دونالد ترامپ شنیده شده بود. به هر حال خب خیلی هم عجیب نیستش، منافع ملی گرا، هر رهبری احتمالاً اصولی هستش که برای منفعت اون کشور بر اساس یک سری از ساختارها و سازمانهای فکری و کلید واژه هاست. اما در همون نشستی که شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی کرد، سناتور جیمز دیوید ونس که 3-4 روز بعد از اون معرفی شد به عنوان معاون دونالد ترامپ هم حاضر شد. صحبت‌هایی هم که او کرد شبیه این دو بود. در شبکه‌های اجتماعی سروش صحبت از این بودش که پشت پرده صحبت‌هایی شده و در واقع به نوعی آمدن ترامپ کمک خواهد کرد به جریانی که شاهزاده رضا پهلوی از داخل ایران و بیرون ایران اون رو نمایندگی میکنه. شما چه فکر میکنید؟ ببینید، این که بخوایم حدس بزنیم خب شاید کار حرفه‌ای نباشه، اما شواهد بر این هست که قبل از اینکه حتی این سخنرانی شاهزاده در اون جمع ملی گرایان یه هم پرست بکنم باشد صحبت بکنند،
هم این صحبت ها بود، اینکه اگر یادتون باشه تو فضای مجازی عکس ترامپ شاهزاده و آقای نتانیاهو و چند نفر از رهبران در واقع ملی‌گرا و راستگرای جهان منتشر میشد و میگفتن که حالا این مثلث پیروزی هست و این مسائل، اینها قبل از اون سخنرانی بود و این حدسیات وجود داره، این حدس در واقع نیستن، این برآوردها وجود داره، اینکه اگر این رهبرها در کنار هم باشند مطمئنا جهان شکل دیگه ای خواهد داشت و این به دلیل این هست که ببینید یک جنگ تمام عیار در واقع بین دو گروه، دو تفکر وجود داره، تفکر ملیگرایی و یک تفکر ضد ملیت. این تفکر ملیگرایی که اکثریت راست ها در واقع به دنبال اون هستند، به دنبال خب اسمش روش هست دیگه، بس به دنبال ملیگرایی هستن، به دنبال بازگشت به ریشه های خودشون، حفظ فرهنگشون و مسائل دیگه. یک تفکر دیگه گلوبالیست هست که به دنبال نابود کردن هر آن چیزی که انسان رو از بقیه انسان ها متمایز میکنه، مثل زبان، فرهنگ، مرز، جغرافیا و هر چیز دیگه، در واقع این یک نبردی بین این دو گروه هست که نمایندگان این جناح ملیگرا همین رهبرانی هستند که داریم در سطح دنیا میبینیم، که مثالش همین مثلثی هست که زده شد، جناب شاهزاده رضا پهلوی، جناب آقای دونالد ترامپ و آقای بنیامین نتانیاهو. در صورتی که این رهبرها، این سه شخص بر سر قدرت باشند، مطمئناً تغییرات بزرگی انجام خواهد شد، به دلیل اینکه خب ترامپ تعارف نداره با هیچ کشوری، نه با روسیه تعارف کرد و نه با جمهوری اسلامی تعارف خواهد کرد. اگر نیاز باشد که حمله ای بکنه یا اتفاقی بیفته یا در واقع تغییری ایجاد بکنه، این کار رو میکنه، به دلیل اینکه میدانه که جمهوری اسلامی اگر قدرت بگیره، این رو، این ضربه ای به امنیت ملی امریکا خواهد زد و به همین دلیل برای حفظ امنیت ملی کشور خودش میاد و به جمهوری اسلامی این ضربه رو وارد میکنه، که این ضربه با کمک اسرائیل خواهد بود و تنها راهش هم این هست که حمایت بکنه از جناب شاهزاده و اپوزیسیون پیرو ایشون تا بتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و یک گذاری حداقل مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به یک کشور دموکراتیک آزاد و با امنیت داشته باشیم، این که بتونن امنیت خاورمیانه رو حفظ بکنند و که این امنیت خاورمیانه در واقع ضامنی هست برای امنیت جهان و امریکا. به همین دلیل اصلا بعید نیست که این اتفاقات بیفته و میگم اون صحبت‌های پشت پرده‌ای که میگن احتمال داره بوده، احتمالاً هست و امیدوارم که این اتفاق بیفته. سروش استفان کاپوستکا یک تحلیلگری است در مؤسسه و در واقع روزنامه نشریه آمریکن اسپکتیتور کار می‌کند. او یک مقاله‌ای رو نوشت بعد از سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی بر این مبنا که دیدگاه‌های او نسخه قابل اعتمادی در مقابل تهدیدات ناشی از اسلام‌گرایی افراطی و چپ‌گرایی افراطی مارکسیستی است. یکی از مسائلی که شاهزاده خیلی روی اون مانور میده، در واقع باز کردن چتر مخالفت با جمهوری اسلامی در قالب یکی دو سه رکن اساسی است: تمامیت ارضی و استقرار یک نظام سکولار دموکرات تا تعیین سرنوشت مردم پای صندوق‌های رأی. تفاوتی رو که شاهزاده در مورد چپ‌های مارکسیستی افراطی بیان می‌کنه یا اسلام‌گرایان، خواستم از زبان تو بشنوم تفاوتش چیست با آن چیزی که او صحبت از جذب عموم توده‌ها از بین مسلمانان و حتی جمهوری‌خواهان، حتی چپ‌گراها می‌کنه برای آینده ایران. تفاوت این مرز باریکی است. توضیحش رو از زبان تو بشنویم بعد نیست، به عنوان یک فعال سیاسی حامی اونده. ببینید، بحث مارکسیست اسلامی برای اولین بار در ایران اتفاق افتاد، در سال 57 در واقع اتفاق افتاد. این که مارکسیست اصلا، اسلام اصلا چطوری میتونه یک دین در قالب مارکسیسم بگنجه، یک چیزی بود که بسیار عجیب و تازه بود. وقتی که شنیدند همه تعجب کردند و این اتفاق اما افتاد و این سیاست اشتباهی بود از طرف امریکا، این که یک حکومت دینی را در مقابل در واقع نفوذ کمونیسم شوروی در ایران مستقر بکنیم که بتونه جلوی نفوذ شوروی در منطقه رو بگیره. حالا این تصوری بود که شاید داشتن اون موقع،
و این باعث شد که بیان حمایت بکنن از جمهوری اسلامی، از در واقع مسلمان‌های شیعه، و این رو حکومت شاه رو سرنگون بکنن. این اشتباه استراتژیک در واقع ایران شده بود یک آزمایشگاهی برای اینها، برای اینکه این مسئله رو تست بکنه. اما خیلی متاسفانه دیدند که اسلام خیلی خوب میتونه با مارکسیسم مچ بشه با هم و بتونن، بسیار هم خطرناک شدند و اینجوری که مشخص است. این روزا داریم میبینیم در فرانسه و ولز و انگلیس و کشورهای اروپایی به چه کاری دست میزنند اسلامگرایان در واقع چپگرا، همونهایی که میان حمایت میکنند از فلسطین و غزه، اون چپگراهایی که میدونیم به چه صورتی هستند، و همونها میان ماشین آتیش میزنند توی خیابون و علیه دموکراسی اون کشوری که توش دارن زندگی میکنند فعالیت میکنند. این نشاندنده این هست که خطره، در واقع خطری که این مارکسیسم اسلامی به وجود آورده که از جمهوری اسلامی پرورش پیدا کرد و صادر شد به بقیه کشورها، به اندازه‌ای خطرناک هست که اگر همین امروز هم بخوایم به خاطرش تلاش بکنیم برای جلوگیری از این، هم دیر شده. و دلیل به دلیل که داریم می‌بینیم چه اتفاقاتی در اروپا افتاده. اون هشدارهایی که جناب شاهزاده و این آقای جیمز پنس، فکر می‌کنم سناتور امریکایی، و بقیه کسانی که در اون کنفرانس مشارکت کردن و اصلا صحبت همه ملی‌گراها هست این مسئله، این نگرانی‌ها بی جا نیست و کاملا بجاست و نشاندنده اون احساس خطری هست، اون زنگ خطر به صدا در اومده. باید بیدار بشند مردم و تا زمانی که وقت هست جلوی این قضیه گرفته بشه، زمانی ممکن هست چشمها رو باز بکنیم و دنیا وارد یک آشوبی شده باشه که دیگر قابل کنترل نباشه. به همین دلیل اختلاف بین این ملی‌گرایی و این مارکسیسم اسلامی خب چیزی نیست که بخوایم، اصلا مرز باریکی بینش نیست، یک بیابان بسیار گسترده بین این دوتا هست و تشخیصش بسیار راحت هست. شما برخورد ملی‌گرایان، رفتارشون رو با رفتاری که این در واقع اسلامیست ها و این چپگراها میکنند، حالا چه مجزاشون چه اسلام مارکسیست های مسلمان، در واقع ترکیبشون هیچ فرق نمیکنه، رفتارشون به یک شکل هست و بسیار متاسفانه تخریبگر و مخرب هستند و دارند امنیت جهانی رو دارند به هم میزنند، امنیت دموکراسی رو دارند در جهان تهدید میکنند. امیدوارم که خیلی زود یک راه حلی پیدا بشه برای این کار که بشه جلوی نفوذ اینها رو گرفت و دنیا رو حداقلش از نابودی نجات داد. جمهوری اسلامی دست کم 3 دهه خانواده شهدا و جانبازان جنگ ایران و عراق رو به عنوان اصلی ترین مرجع یا پایگاه اجتماعی خودش معرفی میکرد و همواره از اونها وام میگرفت برای توجیه ظلم و ستمی که به مردم روا میداشت. امروز سیاست‌های حکومت و ظلمی که به مردم روا می‌داره به حدی رسیده که از معترض‌ترین اقشار جامعه همین خانواده شهدا هستند و جانبازانی که 8 سال در جنگ ایران و عراق جان خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن برای میهن، اما کمترین توجه رو از طرف جمهوری اسلامی دارن و زیر فشارهای شدید مالی زندگی می‌کنن. ویدیویی درآمد در 1-2 روز گذشته مربوط به مجتبی پناهی، یکی از جانبازانی که مقابل بنیاد شهید تجمع کرده بود، خواستش تنها داروس و یه مقداری ماهیانه اضافه تر برای اینکه خرج سفره‌شو بده. او رو شناسایی کردن، ریختن دم منزلش، از بیمار در واقع جانبازان قطع نخایی است. ببینید چقدر بی‌شرمانه این ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی او رو از خانه‌اش می‌کشن بیرون.
سروش دیدی تلاشم کرده بودن صورت خودشون رو بپوشونن، انقدر بیشرم. بله این ویدیو البته مربوط به حدود فکر کنم یک سال پیش هست که مجدداً داره پخش میشه، اما از این دست ویدیوها زیاد در فضای مجازی منتشر شده. اینکه جمهوری اسلامی بعد از اینکه فکر کنم سال 1400 بود که آقای خامنه‌ای گفت که تعریف ما از مستضعفین اشتباه بوده، یعنی برعکس شده است، و در واقع این ویدیو اینها نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی از اون چیزی که از اون اساس خودش داره عقب نشینی میکنه، به قول خودشون تقیه میکنند برای اینکه پابرجا بمونند. حتی حاضر هستند از مهمترین تعریف خودشون بگذرند، از مهمترین اساس خودشون عقب نشینی بکنند که سر پا بمونند. آقای شورتی نمیدونم چقدر تا آگهی ها مانده است، پخش بکنیم برای این قسمت دوم برنامه یا نه، یا ادامه بدیم؟ به من بگید که بله برید برید تا 4-5 دقیقه دیگه دوباره برمیگرد. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، هوارایلند، دوبروونیک، رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس و همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 15 آگست. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جی ال ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جی ال ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جی ال ویز آگهی می دهید، همه بینندگان جی ال ویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جی ال ویز آگهی شما در کانال های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم ها و سریال های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آورده‌اند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer.
And I am Claudius Moustakis. I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. در ایام عزاداری های محرم جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد که از هر فرصتی از این تریبون های سینه‌زنی و نوحه‌خوانی و عزاداری به ویژه مراسمی که در بیت علی خامنه‌ای برگزار میشه استفاده بکنه برای حمله یا روایت سازی دروغ علیه پهلوی ها. یکی از این منبری هایی که نوحه‌خوانی میکرد در حضور علی خامنه‌ای و کارگزارانی که زیر صندلی اون نشسته بودند روایت دروغی رو میگفت که در دوران پهلوی، البته منظورش پهلوی اول بود، که انقدر فشار بر مردم زیاد بود که پدران و مادران ما در زیر زمین خانه ها عزاداری میکردند و نوحه‌خوانی میکردند. اینها رو گفته بود برای اینکه بگه دعا کنید به روح روح الله خمینی که آمد و گذاشت این بساط باز بشه. دو نتیجه گیری البته میشد از این صحبت ها کردش. اول اینکه خب این روایت سازی دروغ برای اینکه تتمه اون افراطی مسلمان هایی که برای اینها مونده رو برای خودشون نگه داره علیه پهلوی، احتمالاً برای خرج کردن کف خیابون در ماه های آینده. و دیگری چیزی که به نظر من رسید مقایسه بین هیئت های مذهبی بود که در دوران پهلوی در خیابان ها به راه می افتاد، مردم با عشق می رفتن حالا برای کسی که بخوان اشک‌گذاری می کردن، و مقایسهش با صحبت ها یا نوحه‌خوانی ها یا آن چیزی که در هیئت های جمهوری اسلامی میره. مستندی رو ناصر تقوایی ساخته بود به نظرم مربوط به سال 1349 بود با نوحه‌خوانی جهانبخش کردی‌زاده در اسم بخشو در بوشهر. همه اینها رو با هم ببینیم، برگردیم از سروش سوال رو بپرسیم. پیرمردا شاید یادشون باشه تو زمان پهلوی اول ممنوع کردن کسی عزاداری کنه برای سیدالشهدا. توی برهه‌ای پدر بزرگای ما میرفتن تو زیر زمینا روزه میخوندن، تو مخفیگاه ها گریه می کردن. این که ما امروز نشستیم با این جمعیت انبوه زیر خیمه ابی عبدالله نام امیر المؤمنین رو فریاد می زنیم، این آرامش، این امنیت. گفت سالها گریه به تو جرم تلقی می شد، گریه هر شب ما برکت روح الله هست. من مکرر به رفقای هیئتی خودم عرض کردم و عرضم می کنم، میگم اگه تو محرم لباس مشکی پوشیدی، تو خیمه ابی عبدالله اومدی، گریه کردی، سینه زدی، زنجیر زدی، نام امام رو زنده نکردی بی معرفتی، یاد امام و شهدا نکردی.
زنده یاد کردی زاده در دوران پهلوی صحبت از انسانیت حسین میکنه و اون رو برای معرفت مردم در واقع روایت میکنه. بعد از انقلاب پای بساط علی خامنه‌ای صحبت از نیروی مقاومت و دست علمدار در واقع تونده به نمایندگیش احتمالا علی خامنه‌ای است. چه شده سروش به نظر شما که اینقدر تفاوت پیدا کردن؟ آن چیزی که برای مردم روایت میشد قبل از انقلاب از طرف خود مردم یا این نوه سرایی حکومتی خامنه‌ای مثل که ششدانگ دین رو هم اگر بهش بدن باز کمه؟ به نظر من جواب بسیار ساده است. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در واقع این دین رو به ابتذال کشیده و دلیل این ابتذال هم باز هم ساده است. اینکه کسانی که دیندار واقعی هستند میدونن که این رژیم نامشروع هست و معمولا اونهایی که واقعا مسلمان واقعی هستند یا صداشون خفه شده یا گوشه خونه ها نشستند و یا بازداشت و زندانی شدند. کسانی بر سر کار موندند که از نظر دینی هیچ علمی و هیچ اطلاعی ندارن و اینا باعث میشن که دین رو به ابتذال کشیدن. از اون آخوندی که میگه امام حسین شاکی شد از اون شخصی که صدای موزیکش بلند بود اومد داشت رد میشد گفت هدفون بزن، یا اون شخصی که میگه امام علی اومد در یخچال رو باز کرد دید توش خرما و شیر بیشتر نداره و شاکی شد. ببینید این مسائل یعنی در ابتذال دین هست. در زمان پهلوی خب دین یک هسته محکمی داشت، اون هسته در واقع آخوندهایی بودن که شغلشون آخوندی بود، اصلا درآمدشون از اون بود و کاری با سیاست نداشتن، تحقیق میکردن در دین و از طریق از اون تحقیقشون و دینشون یه 2000 میدادن، حالا روزه‌ای میخوندن و اینا امرار معاش میکردن. از زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار اومده ماهیت دین در ایران عوض شده و این ابتذالی که میبینیم، خب شما اون زمان اون فیلمی که از آقای بخشو دارید میبینید منظم دارن سینه میزنن، بسیاری دارن اشک میریزن. امروز اما هیئت‌های عزاداری تبدیل شده به صحنه نمایش، در واقع من اسمشو میذارم فستیوال محرم. این فستیوال محرم تبدیل شده به صحنه نمایش توانایی های طبل زن و مثلا دستپخت خانومی که مثلا فلان قیمه رو فلان جا درست کرد و اون ماهیت دینش رو از دست داده، اون ماهیت عزاداریش رو از دست داده و این هم در واقع به لطف جمهوری اسلامی هست که از یک طرف به نظر من بد نیست، از یک طرف هم بسیار جای ناراحتی داره. این که خب یک بخشی از فرهنگ بعضی از مردم ایران بوده و الان نابود شده و از یک طرف میگم بسیاری خوشحال هستن از این قضیه که دین عامل بدبختی ماست، در صورتی که به نظر من این چنین نیست. در زمان پهلوی ما همه چیز داشتیم، هر چیزی بر سر جای خودش بود، آخوند کار دینیش رو انجام میداد، سیاستمدار کار سیاسیش رو انجام میداد و منافاتی هم با هم نداشتن تا زمانی که این خمینی بر سر کار آمد و همه چیز رو به هم وصل کرد و به قول چیز قاطی کرد، مالا پوزر و مسئلش رو میگن، ماست ها رو روی قیمه ها ریخت و همه چیز رو متاسفانه نابود کرد و این با این شرایطی که داره پیش میره، با این وضعیتی که جمهوری اسلامی داره، با این وضعیت دینگوریزی که به وجود اومده، خودشون هم میدونند که هیچ راهی ندارند و این اراجیفی هم که به خورد مردم میدند یک گروه شنونده بسیار خاص داره که همون عده‌ای هستن که معمولا جلوی منبرها میشینن
بقیه مردم گوششون از این مسائل پره. اگر میبینید تو محرم هم یک عده‌ای میان و نظری میدن و سینه‌ای میزنن، اون به خاطر محرم و امام حسینش نیست، بلکه به خاطر اون خفقانی هست که نسل جوان امروز ما در ایران نه دیسکویی داره، نه جایی داره، نه پارکی داره، نه آزادی داره، میاد اونجا که یک به هر حال همدیگر رو میبینن، بر کسی پوشیده نیست. اگر که بگیم حتی محلی شده برای آشنایی دختر و پسرهای جوان، زیاده گویی نکردیم، در واقع واقعا به همین شکل هست و اون ماهیت دینیش رو کاملا از دست داده. حالا تا شما صداتون وصل میشه من یک جمله کوتاه بگم، اینکه اگر که کسانی که در واقع به دروغ میگن که دوران پهلوی فشار بر دینداران بود، این کاملا دروغ محضی هست، به این دلیل که اگر شما این نخلهایی که در دوران محرم بهشون میگن نخلی، این نخلهایی رو که در شهرهای بزرگی مثل یزد یا شیراز بر دوششون میگیرند رو نگاه کنید، سنشون به از 70 تا 90 سال هست. یعنی این نخل عزاداری را در اون زمان ساختند و هنوز داره کار میکنه و هنوز دارن ازش استفاده میکنن. اگر خفقانی بود چطور میتونستند نماد به این بزرگی رو در اون زمان درست بکنن و به دوش بکشن؟ یا اینکه اگر به فیلم های تاجگذاری شاهنشاه آریامهر نگاه بکنید، در هنگامی که شهبانو فرح پهلوی در حال تاجگذاری هستند، اذان مؤذنزاده پخش میشه در تالار و این نشان دهنده این هست که اون زمان هم دین داشتند مردم ایران هم دنیا. جمهوری اسلامی آمد به بهانه آب و برق مفتی کردند، اومد و کشور رو به نابودی کشید. حالا که دستش به آب و برق مفتی کردن نرسیده و نتونسته این اون وعده‌ای که داده رو عمل بکنه بهش، اومده یک بهانه دیگه پیدا کرده، نه ما مسئله آب و برق نبوده بس، بلکه مسئله دین بوده، ما انقلاب کردیم که دینمون سال در واقع سر جاش بمونه. و این هم یکی دیگه از دروغ‌های جمهوری اسلامیه که بر همه آشکار هست. کاردار محرم حالا تا اربعین برای جمهوری اسلامی خوب یک گردش اقتصادی بزرگ هم داره. حالا منهای تبلیغات، پولهایی که در طول سال در واقع در قالب بودجه ها میدن به این سازمان های عریض و طویل حوزوی و تبلیغات اسلامی، بخشیش دست کم در اینجا فاکتور میشه با هزینه های آنچنانی. اما این بار یک اتفاقی هم که افتاد سروش، در خیلی از شهرها حتی روستاهای کوچک، مردم با همون علم و تبل و زنجیرزنی که دستشون بود و نوحه میخواندن، برای خودشون نوحه میخوندن، از جمله روستاهایی که آب نداشتن و یا اینکه با بحران معیشتی کارگران روبرو بودن. خب این هم یک بیداری است. سروش درست میگه، این محرم و نوحه خوانی ها و عزاداری ها فرصتی شده تا مردم در برواقع پوشش اون صدای مظلومیت خودشون رو به گوش حاکمیت برسونن. مورد بعدی هم که بود، ویدیویی از کرج فکر میکنم آمد بیرون که دخترانی بودن با شلوار جین و پوشش آزاد که انتهای صف زنجیر میزدن، در نوع خودش دیدنی بود. گزارش هایی هم خوندم سروش درست بود، در پس این هیئت ها خدا میداند زمانی که تعطیل میشوند بساط پیکنیکی و تریاک و اینها مثل این که به راه میشه و خب این مداحان تا صبح میرن. نمونش همین شیخ انصاریانه که در کنار چند تا از مدعاهای دیگه سر و صورت رو میخارونن و نوه سرایی میکنند. این دین هیئتی که البته جمهوری اسلامی پشتشه، نتیجهش پرورش یک سری شبه نظامیان جاهله که در کف خیابون به بدترین و قسی و غربترین شکل ممکن به جان مردم میافتن، در زمانی هم که خب اعتراضی نباشه ماموریت‌های دیگه بهشون واگذار میشه، از جمله تخریب سنگ قبرها یا اذیت و آزار خانواده زندانیان و جانباختگان. مادر سیاوش محمودی از جانباختگان اعتراضات 1401 ویدیویی بیرون داده، خبر داده که سنگ قبر بچه‌شو دوباره خراب کردن، تخریب کردن برای چندمین بار در هفته‌های گذشته. پیامش واضحه، میگه اگر 100,000 بارم این کار رو بکنید من باز همون رو عوض میکنم. ویدیو رو ببینید. خراب کردن، تخریب سنگ مزار سیاوش. هزینه ای که من برای تعمیر مزار سیاوش انجام میدم به کنار، خب 1,000 بارم 100,000 بارم اگر مزار فرزند من خراب کنید، بازم تعمیرش میکنم، بازم درستش میکنم و بازم مثل روز اولش میکنم. اصلا فکر نکنید با این کارا من عذاب میکشم
ناراحت میشم. فقط میدونی چی میگم؟ دم پسرم گرم، دمت گرم سیاوش، شیر مردم، پرچمت بالاست، بهت افتخار میکنم. جاوید دام سیاوش من بودی. پرچمش بالاست، پرچم او بالاست، پرچم رهنوردها بالاست، پرچم اونهایی که برای میهن دست از جان شستند بالاست. تا انتهای برنامه چیز زیادی نمونده، فکر میکنم کمتر از 5 دقیقه. سوال پایانی که مطرح کردن سروش، به نظر میاد که ماموریتی که خامنه‌ای به پزشکیان سپرده همون جراحی اقتصادی باشه که خدا میدونه انتهاش چی باشه. حالا آزادسازی قیمت بنزین، برداشتن ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها و تورم، تو چی فکر میکنی؟ یعنی این آزادسازی قیمت ها و این مسئله آزادسازی در واقع گمرک، ورود خودروهای خارجی، فقط جنبه روانی داره. جمهوری اسلامی توی این سیاست 46 سالش همیشه این بوده که در بزنگاه‌های مختلف، جایی که فشار بوده، تحت فشار بوده، یک کم این شیر فشار رو باز کرده تا از انفجار نارضایتی‌ها جلوگیری بکنه. این کار پزشکان در مورد واردات خودرو هم فقط جنبه روانی داره و تأثیری توی سفره مردم نخواهد داشت. اون کارگری که پولش به خرید تیبا و دینا نمیرسه، مطمئناً همچنان پولش به خرید تویوتا و مرسدس بنز نخواهد رسید. در واقع این آزادسازی فقط به نفع همون قشری خواهد بود که همین امروز هم ماشین خارجی سوار میشن، با این تفاوت که دیگه اون هزینه سنگین دلال و رشوه و ترخیص گمرک و این مسائل رو نمیدن. در واقع میشه انتظار داشت که این روند آزادسازی قیمت‌ها پیش درآمدی برای تغییرات اساسی تر توی اقتصاد هست که شوک به مردم وارد نشه. به طور مثال به بهانه واردات خودروهای با کیفیت خارجی، در واقع قیمت بنزین رو افزایش بدن. خب میدونیم که قیمت بنزین سالهاست که یک نقطه حساسی بوده که مردم بارها به خاطرش به خیابون اومدن و اعتراض کردن و یک بار هم رژیم تا مرز سرنگونی رفت به خاطر قیمت بنزین. به همین دلیل بسیار حساس هستن روی تغییرات در قیمت بنزین. حالا خب یک بهانه‌ای برای این نیاز دارن دیگه، اومدن و خودروهای خارجی رو وارد کردن، میگن که خب قیمت بنزین با کیفیت باید بریزیم توی خودروی خارجی، پس ما بنزین با کیفیت تولید میکنیم، که باز هم دروغ هست. در واقع بنزین نیست و بنزن هست و بسیار هم سمی، و میان به بهانه با کیفیت تر کردن بنزین قیمتش رو میبرن بالا و که مردم شوک نشن و به خیابون نیان، یک بهانه‌ای براش داشته باشن. بقیه مسائلی که پزشکیان در واقع مأموریتش هست، مأموریت پزشکیان همین شیر فشاری هست که عرض کردم که میخواد آزاد بکنه تا مردم یک مقداری آرامش بگیرند. جمهوری اسلامی در مرز سرنگونی بود، در لبه سرنگونی بود، با اتفاقاتی که در اون اسرائیل افتاد، با اتفاقاتی که بعدش در ایران افتاد، مسئله انتخابات هم پیش رو بود، همون اتفاقاتی که لازم در واقع انبار باروتی بود که منتظر یک جرقه بود، جمهوری اسلامی اون سوپاپ اطمینانش که همون اصلاح طلب ها هستن و بارها و بارها در مورد این اصلاح طلب ها، چه خارجیش چه داخلیش، در واقع اصلاح طلب های صادراتی و که حامی همین اصلاح طلب های داخلی هستن صحبت کردم، اینها اومدن و اون سوپاپ اطمینان رو دوباره کشیدند، مقداری فشار از روی دوش جمهوری اسلامی برداشته شد تا شاید بتونن یک سال، نهایتاً 2 سال برای خودشون زمان بخرن. اما با توجه به اتفاقاتی که در اروپا، حداقل در آلمان که خودم از نزدیک در جریان هستم، داره میفته، میدونیم که دولت‌های غربی هیچ اعتمادی به دولت پزشکیان ندارند و سیاستشون رو کاملاً با همون سیاست در واقع تغییر رژیم، اگر نگیم سیاست به میل به تغییر رژیم رو دارن پیگیری میکنن. حداقل میگم در آلمان که من در جریان هستم، 2 حزب بسیار مطرح در حال کارهایی هستن که خب به زودی ممکنه اخبارش منتشر بشه، امیدوار هستم. ولی پزشکیان هیچ کاری از دستش بر نمیاد بجز بحث های روانی، بجز ممکن هست گشت ارشاد، ممکن هست مقداری مثلا آرامتر برخورد بکنه، نرمتر برخورد بکنه. فکر می‌کنم وقتمون داره تموم میشه و همین مسئله خودروهای خارجی هست، یک سر و شکلی به این سیستم بدن، مقداری بزکش بکنن، آرایشش بکنن که مردم بگن اوکی، پس میشه مثلا امیدی به اصلاحات داشته باشن. اما بحث قیمت‌ها چیزی نیست که آقای پزشکیان بتونه یک شب و یک روزه تغییرش بده. بحث سیاست خارجی اصلا در حیطه
وظایف آقای پزشکیان و ریاست جمهوری نیست، بلکه از سمت خود خامنه‌ای تبیین میشن. و مسئله دیگه‌ای که میگم پزشکیان کاملا درمانده است و به هیچ عنوان هیچ تأثیری نخواهد داشت، هیچ فرقی نمی‌کنه. و باز هم پیشنهاد من به همون کسانی که رفتند و شاید فریب این تغییرات رو خوردن و رأی دادن این هست که این کشور، این دولت، این نظام تغییر کن نیست. 46 سال هست که به همین روند ادامه داشته و 46 سال دیگه هم اگر شما بدید رأی بدید همینجوری ادامه پیدا میکنه. اگر خواهان سرنگونی این رژیم هستید، یک بار برای همیشه از این حکومت ببرید و به مردم بپیوندید و بعد بشینید و تغییرات رو ببینید و لذت ببرید از یک ایران آزاد و آباد و سکولار و دموکرات و که همه مردم در رفاه هستن. ممنون، سپاس از هم شما که شنونده و بیننده این برنامه بودی. سروش، ممنون از تو که وقت تو به ما دادید. تا برنامه بعد بدید. تو امسال آقا تو تصویر مرا به خاطر بسوار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زند...